بینندگان عزیز، با سلام به شما و با سلام و خوش آمد به آقای یزدان خداوندلو. من در برنامه قبلی که برنامه خودم بود به شما دوستان گفتم که امروز ایشون درباره چند موضوع خواهند صحبت کنند که بیشتر حول و حوش انقلاب فرانسه، انقلاب یا شورش در ایران صحبت میکنند. شما هم میتونید اگر سوالی دارید، چه در حین برنامه چه در موقعی که این برنامه ها هر روز بازپخش میشه تا هفته آینده، از طریق فیسبوک، از طریق یوتیوب، از طریق ایمیل، از طریق تماس مستقیم که از همش مهمتر تماس مستقیم با خود ایشون روی فیسبوک هست، سوالاتتون رو بپرسید. آقای خداوندلو، این شما و این هم بینندگان و شنوندگان تلویزیون مردم، بفرمایید. درود بر شما آقای و شنوندگان. داره اقو میکنی که جوری بفرمایید الان. خب، برنامه امروز رو من اختصاص دادم به انقلاب فرانسه، چرا که در این 10 سال اخیر میبینم این آقایون و خانومهای سلطنت پرست یا سلطنت طلب بسیار فعال شدن و آرزوی بازگشت سلطنت رو میکنند، و من هم بارها در گفتگو با شما اشاره کردم که مطالبم رو بر اساس نیاز زمان مینویسم و احساس میکنم که ما باید درباره این موضوع، یعنی چالش بین جمهوری و سلطنت، بحث بکنیم و نکات رو روشن کنیم. و در این بحث ها من چند تا نمونه اشاره میکنم، مثل انقلاب فرانسه، انقلاب روسیه و اون فعل فعالاتی که در دوره رنسانس در انگلیس اتفاق افتاد، که همه اونها چالش بین جمهوری و سلطنت بود و سرانجام جمهوری موفق شد. بنابراین این آقایون و خانمهای سلطنت طلب تلاش بیهوده نکنن که باز هم نظام سلطنت رو به ایران برگردونند، چرا که ثمری نخواهد داشت و ما دچار زیان و ضرر بسیار خواهیم بود. به همین خاطر هستش که من ابتدا انقلاب فرانسه رو مطرح میکنم و چند تا کتاب هم معرفی میکنم که علاقمندان، یعنی دوستان سیاسی درباره مسائل سیاسی جامعه، اجتماعی جامعه دارن صحبت میکنن، این کتاب ها رو باید بخونن تا اینی که اطلاعات پایه به دستشون بیاد و قضاوت هایی که میکنن گرفتار داوری های ناسنجیده نشن. خب، بدون مقدمه، من بعد از این مقدمه شروع میکنم. انقلاب کبیر فرانسه. انقلاب فرانسه سال 1789 تا 1799 میلادی به سان رستاخیز 57 ملت قهرمان ایران، پیامد قیام مردم علیه استبداد، نابرابری، ولنگاری دودمان بوربون، فساد گسترده اشراف فئودال و نظام ارباب رعیتی ناکارآمد با شعار آزادی، برابری و برادری به اراده ملت جسور فرانسه که مونتسکیوی در دامان پر التهابش پرورده بود، آهنگ خروشانش در روان ملت تنین افکند. اگه بتونید عکس آقای مونتسکیو رو هم نشون بدید. و پیامدش شیاری عمیق در ساختار اجتماعی و سیاسی اروپا را رقم زد که در جدول انقلاب‌های کبیر داخل پرانتز چین و روسیه جهان می‌گنجد، که در مسافی خونبار چالش جمهوری نوپا و سامانه شاهنشاهی فرتود، دفتر نهاد ایستا و سکونزای سلطنت بسته و نظام جمهوری اعلام کرد و به تدریج دین از سیاست جدا، ملی‌گرایی لیبرالی رو به رشد و قدرت در سطوح گوناگون توسط بانکداران فاقد امتیاز
و صاحبان صنایع بزرگ و کوچک که تحت فشار مالیات‌های کمشگر فوقداری بودند قبضه شد و حقوق بشر مطرح و فرانسویان از حق رأی برخوردار گردیدند. در این انقلاب بساط سلطنت شبیه دوران مشروطه در ایران به سادگی در فرانسه برچیده نشد و نظام جمهوری نیز با خشونت، قتل عام اشراف و اعدام امپراتور لویی 16 سال 1793 همراه بود و دهقانان فقیر، پیشوران خردپا و کارگران صنایع که در آرزوی لغو مالیات‌های کمرشکن فئودالی و خمس و زکات اجباری به کلیسا بودند و باید 55% عایدات خود را بابت مالیات به شاه می‌پرداختند، تحت رهبری میرابو، مارا، دانتون، روبسپیر و آموزه‌های ولتر، مونتسکیو، روسو علیه سلطنت مطلقه لویی 16 و نوجبا با 3% جمعیت، منظورم یعنی شاه و دار دستش، 3% جمعیت 97% را غارت می‌کردند، طغیان کردند و در 14 فوریه 1789 دروازه زندان مخوف باستیل به سان زندان اوین در 1357 گشوده شد و سال 1790 تا 1792 قدرت ابتدا در دست نمایندگان سرمایه‌داری و رهبرشان میرابو بود که در مجلس ملی قوانینی به نفع پولداران به تصویب رساند. اما تدابیر اساسی به حال مردم فقیر، دهقانان و کارگران شبیه اوضاعی که بعد از انقلاب در ایران شاهد بودیم به عمل نیامد و نارضایتی فرودستان جامعه بالا گرفت و نمایندگان جناح توندرو یعنی ژاکوبونها به رهبری ماکسیمیلیان روبسپیر، اگه میتونید عکس این روبسپیر رو هم نشون بدید، یتیمی آزاداندیش تحت تأثیر اندیشه های ژان ژاک روسو از 1792 تا 1794 قدرت را قبضه کرد، نظام جمهوری اعلام گردید و با وجود اینکه شعارهای آزادی، برابری و عدالت اجتماعی در فضای جامعه تنین افکن بود، به مدت 10 ترور سایه بر کشور 26 میلیونی فرانسه افکن و 40,000 نفری توسط جمهوری انقلابی مدافعان حقوق بشر با گیوتین گردن زده شدند. 10,000 تن بازداشت و جو اقتناب حاکم بر کشور گردید و در دوران حکومت ژاکوبونها بانکداران و صاحبان صنایع بزرگ جانشین حکومت فئودال‌ها گردیدند و اصلاحات ارضی محدودی به نفع روستاییان شبیه اصلاحات ارضی زمان شاه در ایران به عمل آمد. اما اوضاع مردم بهبود نیافت و توده فقیر روستایی و شهری سرخورده از حکومت دست از حمایت برداشتند و جناحی از سرمایه‌داران مسیحی یهودی که از عملکرد ژاکوبونها خشمگین بودند در 27 ژوئیه 1794 توسط کودتای آنها را سرنگون و روبسپیر رهبرشان را اعدام کردند، تا اینکه در سال 1799 انگامی که ناپلئون بناپارت به قدرت رسید انقلاب فرانسه وارد مرحله نوین گردید که اروپا در بحرانی عمیق فرو رفت و پس از ناپلئون سلطنت مشروطه به فرانسه بازگشت و دوباره نظام جمهوری جایگزین شد و سپس ناپلئون سوم شاه سالاری به راه انداخت، باز جمهوری های متعدد شکل گرفت و در طول 1 فرانسه میان نظام جمهوری، سلطنت مطلقه، پادشاهی پارلمانی نوسان میکرد که سرانجام جمهوری خواهان موفق شدند و تا امروز جمهوری پنجم در فرانسه حاکم و لیبرالیسم ایدئولوژی مسلط و سرمایه‌داران صنعتی
تجاری و بانکداران توسط احزاب خود در تمام سطوح قدرت را در اختیار دارند و نظام فئودالی و اشرافیت شاه محور انگل با همه گرانجانیش از صحنه حذف شد و اشتران شاه اللهی ما در خواب سنگین رویای پنبدانی آخر بازگشت سلطنت را نبینند که مبادا ساطور جمهوری برگردن مبارکشان فرود آید. خب این بخش مقدمه بحث بود آقای سوربی، و برای همین کارم یه دونه لینک هم من ارسال کردم که اینا سه تا لینک 10 دقیقه‌ای 15 دقیقه‌ای سه تا که اگر همین اولی رو دوستان کلیک کنن اون سه تا هم به صورت اتوماتیک میاد و میتونن گوش کنن. به نظر میرسه که این ویدیوها رو انگلیسی ها ساختن، در هر حال ویدیوهای خوبی هسته که اوضاع آن زمان رو توصیف میکنه. خب حالا شما یا دوستان سوالی ندارید در این زمینه؟ نه، فقط اجازه بدید من به دوستان بگم که این لینک رو میذارم زیر به اصطلاح فیسبوک ویدیوی شما روی صفحه مردم تیوی که دوستان ببینن، چون ما اگه توی برنامه نشون بدیم اون وقت یوتیوب ویدیوی شما رو قبول نمیکنه. برای که آرشیو قبول کنه این لینک ها رو هم توی فیسبوک میذاریم که بتونن خودشون اونجا ببینن، اینجوری وقت برنامه هم گرفته نمیشه. بفرم. بله، خیلی ممنون. یک موضوعی که برای من مشکل آفرین شد این استش که در انقلاب 57 متاسفانه زمینه‌های قبلی، یعنی هر انقلابی بخواد صورت بگیره ابتدا باید بستر فرهنگیش آماده بشه، یعنی اون کاری که الان ما داریم بعد از انقلاب با این دیانت اسلامی داریم انجام میدیم، یعنی برای جمع کردن بساط ملا و مکلاها از پهنه ایران ابتدا لازم داریم اون تکیگاهشون رو ازشون بگیریم که نهاد دیانت اسلامی است و اون دیانت اسلامی هم حافظ سنت رسول الله هست. حالا چه تدابیری داریم انجام میدیم در اون جدول برنامه های رنسانس ایرانی یا نوزهای ایرانی قرار میگیره. حالا من یه اشارهی به این میکنم که قبل از انقلاب فرانسه یه چیزی معادل درست 100 سال پیش چه کسانی بستر این انقلاب رو، یعنی این دگرگونی که میخواد صورت بگیره رو فراهم کردن. یکی از اونها آقای مونتسکیو بود. اگر میتونید عکس مونتسکیو رو لطفا نشون بدید. بله، اجازه بدید من این لینک رو بذارم، الان عکس رو هم نشون بدید. بذارم. شارل لوی بارون دو مونتسکیو، متفکر سیاسی فرانسه در عصر روشنگری، سال 1689، توجه بکنید تقریبا 100 سال قبل از انقلاب فرانسه. صدا داره قومه. این مشکلیه که اونجا شما باید با بلنگو و به اصطلاح میکروفونتون یه تغییراتی بدید، یه روز دیگه به غیر از روز برنامه تماس بگیرین تا اینو درستش کنیم. چون من این دوربین و این چیز بسیار کمیه، نمیدونم از چه دوربینش. خب متفکر سیاسی فرانسه آقای خداوندلو، اجازه بدید یه سوالی از شما بگم. الان که گفتید دوربین، آیا هم دوربینتون میکروفون داره هم یه میکروفون دیگه دارید؟ نه، هر دو با هم هست. آه، اوکی اوکی، گفتم شاید اونجوری صدا نیاز نداره. اینجا من میکروفون رو بذارم دو چیز دو گوشم و میکروفون نداره، میکروفون اونجاست. بله. و دوربینم هم اونجاست و خیلی جنس بسیار اعلاییه. بله. حالا درباره جنس اعلا بله، درباره جنس اعلا بذارید من بهتون بگم. بعضی وقتا باید ببینید چه چیزی با سیستم شما کار میکنه. مهم نیست چند پول دادید. من باور کنید اینجا میکروفون دارم که 400 دلار پول دادم براش، ولی اون اگر این میکروفون 26 دلاری رو استفاده نکنم اون همین مشکلات رو ایجاد میکنه. یعنی بعضی وقتا حتی اگه خیلی حساس باشن
اون وقت اون اشکالا رو پیش میاره. شما شاید مجبور بشید یه دونه به اصطلاح فیلتر روی میکروفونتون بذارید که صدا اینقدر حساس نباشه صدا رو بگیره. در صورت من چیزی دیگه به نظرم نمیرسه جز این که باید باهاشون کار کنیم ببینیم کجا راحت تره تو اون ستینگ نگهش داریم. بفرمایید. بله من قبلا از این چیزایی که به گوش میذاشتم استفاده میکردم و مشکلات ایجاد میکرد. بعد این رو رفتم خریدم، با بچه های دیگه که از 3-4 سال پیش ما داشتیم صحبت میکردیم تو پالتاک و توی همین چت فیسبوک و اینا که دوربین روشن میشد، مشکلی ما نداشتیم و الان هم نداریم. الان اینجا لایه اوکوی میکنه اینا رو، خیلی خوب در آینده ما سعی میکنیم که تصحیحش میکنیم. به موضوع ادامه میدم. شارل لویی بارون دو مونتسکیو، متفکر سیاسی فرانسه در عصر روشنگری، سال 1689 در شهر بوردوی فرانسه زاده شد. از قبیله اشراف بود. حقوقخوان، سال 1708 وکیل دادگستری و در سال 1713 رایزنی حقوقی مجلس برگزیده شد. به تاریخ و حقوق علاقه‌مند بود و از اوضاع وطنش ناخرسند. از این رو با نام مستعار کتابی تحت عنوان نامه های ایرانی منتشر کرد که مورد توجه واقع شد. من لینک این نامه های ایرانی را هم در صفحه گذاشتم و عضو فرهنگستان فرانسه گردید و در سال 1727 دادستانی را کنار نهاد و به تدوین اثر بی همتای روح القوانین پرداخت، یعنی این کتاب. ببینید این کتاب تقریبا 1500 صفحه، اینجا روح القوانین، اگر بتونید در اینجا بتونید بخونید این. بله بله، روح القوانین مونتسکیو. بله، این کتاب رو باید دوستان سیاسی ما بخونن که متوجه بشن که قبل از انقلاب فرانسه چه اتفاقی افتاد، چه فعل انفعالاتی صورت گرفت و کیا بسترش رو آماده کردن. ما این بسترها رو آماده نکردیم متاسفانه. تا قبل از انقلاب مشروطه که دوره قاجاری که هستن بحث گفته بودنه که ملت قرد در جهر فرو رفته در دولت قاجاری هم مسلط بود تا اینی که در اواخر دوران قاجاری یه تعدادی بلند شدن رفتن خارج کشور و تغییر و تحول دیدن و اومدن نارضایی های خودشون رو بیان کردن. یکی از این افراد این آقا سفرنامه حاج سیاح هست. این کتاب رو میبینید؟ بله بله. یکی از اینا که اومد وقتی که رفت آمریکا و کشورهای دیگر رو مشاهده کرد و اومد اعتراضات خودشی کرد و دولت قاجاری هم گرفت این بیچاره رو زنجیر گردنش انداخت و در زندان کشت. میبینید؟ و این کتاب هم متاسفانه حدود 50-60 سالی در کتابخونه ها اونجا خاک میخورد تا اینکه این اواخر مطرح شد. بعدم یه آقای مثل تاپوف و میرزا خان کرمانی و اینا اومدن یه سری حرفای زدن، ولی عموما اون کار فرهنگی عظیمی که متفکرین غرب برای تغییر و تحول و ایجاد این انقلاب انجام دادن رو ما نتونستیم انجام بدیم. اگر هم یه 4-5 کتابی در این زمینه ها نوشته شد، سانسور آنچنان شدید بود که ما نمیتونستیم به اینا دسترسی داشته باشیم. بنابراین میگن انقلاب خود جوش صورت گرفت، یکی از دلایلش همینه که اون بستر تبدیش رو خوشامکران ایران اصلا نخونده بودن که آگاهانه عمل کنن. با این حال عمل کردن و دستشون هم درد نکنه. خب ایشان دادستانی را کنار نهاد و با تدوین اثر بی همتای روح و قوانین پرداخت که با اقبال عمومی روبرو گردید، که پیوسته به عنوان کتاب مرجع مورد استفاده قرار گرفت. با این وجود روحانیون روح القوانین را بی ارزش دانستند و او در مقام معاوله به سان ادوارد گیبون که قبلا هم اون کتابشو من برای شما شاید نشون داده باشم، این کتاب انحطاط و صعود امپراتوری روم اثر ادوارد گیبون چندین جلده. بله این عکسه. این وقتی که این کتاب رو که نوشت روحانیون و کلیسا پرخاش بهش کردن و
و اینم مجبور شد بلند شد برسه تو ترکیه اونجا زندگی بکنه، و اما حسابی پوست این روحانیون رو کلیسا رو کند. آقای مونتسکیو هم همینطور. خب با این وجود روحانیون روح القوانین را بی ارزش دانستند و او در مقام مقابله به سان ادوارد گیبون مورخ نامدار انگلیسی با اثر بی همتای انعطاف و سقوط امپراتوری روم مورد سرزنش عملی کلیسا قرار گرفته بود. شلاق لیچار را گرد کله مبارکشان چنان چرخان که پیکر روانیشان مجروح و زبان در کام کشیدند، و در سال 1755 پس از سفرهای بسیار به کشورهای گوناگون در پاریس درگذشت. مونتسکیو حکومت دموکراسی به سبک باستان را مرجع دانسته و اضمحلال حکومت‌های خودکامه متکی به کلیسای کاتولیک را آرزو می‌کرد. می‌بینید؟ یعنی میگه که این دولت‌هایی که دین و دولت با هم یکی شدن و با هم دیگه دارن مردم رو می‌چاپن رو، اینو داشت سرنگونیش رو آرزو می‌کرد. و استدلالش این بود که عصر آنها با صده‌های میانه که شاه و شیخ هر دو به شدت حاکم بودن، عصر صده‌های میانه تحت سلطه امپراتور و پاپ ارتباط ندارد، بلکه به یونان و روم باستان مربوط می شود. یعنی میگه ما اگر بخوایم نوزایی بکنیم، دگرسان نگری کنیم، این عصر دوران قرون وسطا رو بگذاریم کنار که شاه و شیخ مسلط بودن، این اصلا یه چیز انگلی بود که بر فکر مدنیت افزود شد، اینو بذاریم کنار، برگردیم به دوران یونان باستان، به اون دوره. چرا؟ اینجا توضیح بدید. یعنی همین کاری که الان به صورت غریزی ملت ایران داره انجام میده، دست نیاز به طرف دیانت زرتشتی دراز میکنه، میره دور گیر آرامگاه کوروش جمع میشه، ساسانیان رو بخواد احیا کنه. اینا تلاش هایی هستش که به صورت غریزی در این نوزایی صورت میگیره. کافی هستش که کمی از بیرون نگاه کنی. ایشان میگفت ارتباطی ندارد، بلکه به یونان و روم باستان مربوط میشود، زیرا انسان در زمان باستان گامهای اساسی جهت بهزیستی برداشت و پیامد مثبت آن را تجربه کرد، و او به عنوان فردی ترقی‌خواه بران بود که با زایش دوباره فرهنگ یونان و روم باستان موتور پیشرفت‌های ستورک را روشن و فعال کند، و آگاهانه تشخیص داد برای تحقق اهداف آرمانی خود ابتدا باید دیانت کاتولیک را از دخالت در سیاست منع کرد. از این رو مجذوب مشروطی سلطنتی به سبک بریتانیا بود. من بعداً برای شما درباره این تاریخ سیاسی بریتانیا صحبت میکنم که چه فعل افعالات صورت گرفت و پروتستانیسمی که صورت گرفت در دیانت ابتدا در انگلیس مستقر شد، پیاده شد، و همین پروتستانیسم چون انگلیسی دولت مقتدری در اختیارش بود تونست خودشون نشون بده و یه شاخه دیانت رو ایجاد کرد. خب مشروطه سلطنتی به سبک بریتانیا بود و در عین حال تشکیل حکومت را بر اساس منش تجویز آهان استقلال سگانه مجریه، قضاییه و مقننه، مبین آگاهی وسیع حقوقی و بینش عدالت‌خواه که در قانون اساسی بسیاری از دولت‌ها تحقق یافته، و چون بریتانیا فاقد قانون اساسی مدون بود، مونتسکیو به عنوان بهترین مرجع برای رده‌بندی و روشمند نمودن متون متن قانون اساسی نوین انگلیس انتخاب شد. برای این هم من یه دونه لینک ارسال کردم که دوستان میتونن اون رو هم تماشا کنن که چه فعل افعالاتی در پارلمان انگلیس در جامعه انگلیس صورت گرفت. خب در این زمینه سوالی دارید؟ نه، دو تا سوال. یکی این که چرا مونتسکیو اون نوشته‌های خودش به نام نامه‌های ایرانی، بعد در رابطه با این بسترسازی و آماده نبودن من رو یاد اون ماجرایی میندازه که اصلا ضرب المثل بود، میگفتن اول چاه رو بکنید یا آماده کنید بعدن منا رو بدوزید.
به نظر میرسه اگر یک کسی رفت مناری رو برداشت و دزدید و آورد، بعد شاهی نداشته باشه نمیدونه این منار رو کجا بذاره. ماجرای انقلاب ایران شما میگید اینجوری بوده، حالا این نهضت جدیدی که شما میگید رفتن به طرف کوروش و ساسانی و هخامنشی و نمیدونم زرتشت، آیا فکر نمیکنید اینم یه اشتباه دیگه باشه که به قول شما بسترسازی نشده یا آماده نشده؟ نه عزیزم، اشتباه نیست. این یه مسئله یه نفر دو نفر و احزاب داره شرکت ندارد. شما دیدین یه چند وقت پیش در دوره اون کروبی و این آقای میر مرسوی یه جنبشی را افتاد که اسمشو گذاشتن سبز ها. و اون یه جنبشی بود که گذاشتن، اما نیروی ترقیف ها ازش پیروی نکرد، همراهی نکرد و اونا اومدن سرانشون رو گرفتن و انداختن اونجا. و همین این آقای میر حسین موسوی هم در اون خطابهاش میگفتش که ما ساختار شکنی نمیخواییم بکنیم. آها، در صورت که ملت ایران با آوردن ملا و مکلاها بر عرکه قدرت هدفش این استش که این بساط دیانت اسلامی رو جمع کنن و این آقا با اون جنبشی را افتاده بود ساختار شکنی نمیخواست بکنه، یعنی میخواست بگه که دیانت همینجا باشه، دولت همینگونه باشه، منتهای تغییر و اصلاحاتی صورت بگیره که خوشایند ما باشه. گرفتنش یعنی چگونه گرفتن؟ این به فرمان خرد جمعی صورت گرفت که این آقایونی که میخوان اصلاحات انجام بدن رو حذف کنن که این ملا و مکلاها تا بیخ جلو برن، یعنی اینی که تا اونجایی که میتونن بر سر شاخ بشینن برو خودشون رو ببرن. هدف ما جمع کردن بساط دیانت اسلامی است، نه اصلاح کردن اون. در باب این مسئله چالش جمهوری و سلطنت یادآور بشم آی سوربی که موضوع جدیدی نیست، از 2000 سال پیش هم این مسئله مطرح بود. اگر شما توجه بکنید افلاطون اصلا یک کتابی داره، اینجا من دارمش، یادم رفت بیارم نشون بدم، به نام جمهوریت، درباره جمهوری صحبت میکنه و بعد ساختار اجتماعی صحبت میکنه که میگه که اونجا شاه، اگر کسی میخواد شاه باشه باید فیلسوف باشه و بعدم فلاسفه حق دارن که شاه بشن و بعدم برتران راسل گفتش که این حرفایی که میزنه دیگه تاریخ مصرفش تمام شده و طبقات رو تقسیم کرده بود که شاه بالا هستش، نجبا بعدش باشن، بعدش روحانیون هستن و بعد از اون هم طبقه محروم. اینا برای ما مطرح نیست. خب به یک نمونه از اینا کلاسیکش اشاره بکنم، یعنی بین چالش جمهوری و سلطنت، و این شخص آقای سیسرون هست، مارکوس تولیوس سیسرون. اگه تندیسش رو میتونید نشون بدید براتون فرستادم. بله الان نشون بدید. و یه عکس دیگه فرستادم که نشون میده این سیسرون در سنای روم داره بحث میکنه، خطیبی بود بسیار پرشور و من به ایشون بسیار بسیار علاقه مندم و دوستانی هم که میخوان درباره این متفکر دوران باستان روم اطلاعاتی داشته باشن، این کتاب دو جلدی ستون آهنین زندگی نامه سیسرون رو بخونن. دیده میشه؟ بله، ستون آهنین زندگی نامه سیسرون، بله، در دو جلده. و این یه خطابهای دیگه هم داره که من اینجا چیزشو نهی بردن وقت گرده نشه بگذاری من بشه. خب سیسرون خطیب و متفکر نامدار جمهوری روم باستان، سال 106 پیش از میلاد در آرپنیوم در خانواده مرفه و فرهیخته پابستی گذارد. پدرش عضو سلحشوران و مادرش از خانواده فرادستان جامعه که چندین سناتور به سنای روم تقدیم کرده بود بودند. ایشان در عرصه بلاغت، شیوایی کلام و منطق فلسفی تحت آموزش اندیشمندان حقوقی روم موزیوس، سیولاس، مارکوس آنتونیوس و لیپسینیوس کراسوس قرار گرفت و تبدیل به مشهورترین سخنور تاریخ روم باستان گردید و در 81 قبل از میلاد به عنوان وکیل به امور قضایی مشغول و در سال
79 تا 77 به یونان و آسیا سفر کرد و 14 سال بعد کنسول شد و با توطئه یک سناتور از مقام کنسولی عزل گردید و حزب مردم به رهبری حزب مردم، ببینید اونجا حزب وجود داشته، احزاب مختلفی وجود داشتند، حزب مردم به رهبری کلودیوس فلوکروس سیسران را به اتهام صدور حکم غیرقانونی محکوم و همزمان با لشکرکشی سزار به گل، یعنی همین فرانسه، به یونان تبعید و پس از مرگ سزار به روم بازگشت و در 55 قبل از میلاد کتاب در باب سخنوری و 4 سال بعد اثری در باب جمهوری، ببینید حتی درباره جمهوری داره یک بحث بکنه اون موقع 2100 سال پیش، به نگارش در آورد و در همان سال حاکم کلکلیه شهری در ترکیه امروزی و در ادامه جنگ داخلی در 49 قبل از میلاد از عرصه سیاست کنارگیری و شروع به نگارش آثار فلسفی نمود و هنگامی که در 44 قبل از میلاد سزار فوت کرد سیسرون بار دیگر به زندگی سیاسی بازگشت و مبارزه با آنتونیو فیلوپیوس را آغاز و نام او دوبار در لیست تبعیدیان قرار گرفت و در 43 قبل از میلاد به علت مخالفت شدید وی از تبدیل جمهوری به نظام سلطنتی، توجه بکنید در 2007 سال پیش هم این چالش بین جمهوری و سلطنت وجود داشت، سیسرون میگفتش که این امپراتوری رو سلطنتی نکنید، سزار اون بالا فقط نشینه، این نهاد سلطنت رو موروثی نکنه، چرا که سرانجام به گند کشیده میشه و همین گند کشیدگیش هم باعث شد امپراتوری روم به دو شرقی و غربی تجزیه بشه. خب قرار گرفت جمهوری نظامه وی از تبدیل جمهوری به نظام سلطنتی توسط مخالفان شبیه ماکسیمیلیان روبسپیر به قتل رسید. این روبسپیر هم که در انقلاب فرانسه به قتل رسید به خاطر اینکه طرفدار جمهوری بود و توسط سلطنت طلبها به قتل رسید. و ما باید توجه داشته باشیم که چالش جمهوری با سلطنت موضوع جدیدی نیست و قبل از تجزیه امپراتوری روم به بخش شرقی غربی همواره در حیات سیاسی ملت‌ها گاهی حضور کمرنگ و گاهی پررنگ داشت و ملت قهرمان ایران هم بعد از 2500 سال سرانجام مثل فرانسوی، روسی و چینی ها در رستاخیز 57 دفتر نهاد سلطنت عربیزه شده را بست و ملای امامدار را بر کرسی قدرت نشان تا تکلیف نهاد ضد ایرانی اسلامی را روشن کند که چرخهای نظام جمهوری در انتخابات در گزیدن افراد شایسته بهتر بچرخد. در این زمینه دوستان لازم استش که این کتاب ناپلئون، یعنی درباره چالش جمهوری و سلطنت ها، کتاب ناپلئون اثر تارلر بخونن، بسیار بسیار کتاب مفیدیه، خیلی ریز نوشته شده و 700-800 صفحه هستش و بسیار بسیار راهگشاست. دیده میشه این کتاب؟ بله بله، ناپلئون اثر تارلر. خب در این زمینه سوالی نداری شما آقای سلطانی؟ نه، فقط من سوال کردم چرا مونتسکیو نوشته‌های خودش رو به نام نامه‌های ایرانی نوشته بوده. یه دوستی هم چون شما اسم افلاطون آوردید سوال کردن که اگر لطف کنید یه بار درباره کتاب ضیافت افلاطون صحبت کنید. آها خب ببینید این مسئله که سیسرون ابتدا این مونتسکیو این کتاب رو نوشت، اولا ابتدا یه مقدار ترس و وحشت داشت و به این خاطر به صورت تلویحی نام ایرانی را اگه نگاه بکنی یه مقداری کتاب هجوامیزی هستش، به صورت تلویحی نوشت که اون لینکره که من گذاشتم دوستان اگر اون لینکره بزنن
بسیار خوب اونجا توضیح میده که چرا مونتسکیو ابتدا کتابی نوشت انتقادی و با نام مستعار، نام خودش، به نام نامه‌های ایرانی که دو تا نجیبزاده ایرانی در اروپا دارن بحث میکنن درباره اروپا و ایران و وضعیت اجزا و بسیار راکشو هست. و چون با استقبال مردم روبرو شد و برای اولین بار هم بود که رمانی نگاشته شده بود که به صورت گفتگوی چیزی هستش، یه رمان خاصی هستش که در این زمینه بعدها من میتونم یه برنامه درست بکنم که بگم این چگونه چند نوع ما شیوه رمان داریم و بعضیا چگونه به این صورت صحبت کردن. خب یکی دیگه، سوال دیگه شما چی بود؟ در رابطه با کتاب ضیافت افلاطون. آها، درباره ضیافت، اگر اجازه بدید، درباره افلاطون یک پرونده خیلی کلفتی داره. اینو بگذارید بعداً و نقشش و اون آرمانگرایی و اوتوپیایی که درست کردی که بعدها نگاه میکنیم میبینید دیانت مسیحی از دل اون در اومد بیرون و کسایی مثل سنت آگوستین با اون کتاب شهر خدا که من اینجوری اشاره بهش میکنم و بعدها هم متفکرین عربی و ایرانی مخصوصا از اونها تقلید کردن که اون آرمان شهر چیز فارابیایی رو به وجود آوردن. قبل از اون هم همون چیز متأثر از همین اندیشه های افلاطون بود، مقداری مانی که برای خودش یک اوتوپیای مانیایی درست کرده بود و میخواستش که یک چیز مدینه فاضلهی اشاره بکنه. من بعدها در این زیر این چیزه یه وقت بنده باشه به این مسائل یه مقداری میپردازم. خب ما اینجا وقتی که درباره عدیدی انقلاب، حالا انقلاب فرانسه داریم صحبت میکنیم، من لازم میدونم ابتدا انقلاب رو تعریف کنیم. خب آی سوربی شما میتونید انقلاب رو تعریف کنید؟ حالا من بارها گفتم وقتی که یه چیزی کلن زیر و رو میشه، حالا یا متحول میشه یا حتی خراب میشه، میگن انقلاب انجام شد. حتی حال خود آدم که به هم میخوره میگن طرف حالش منقلب شد، تعریف دیگه ای نداره. بله درسته. من اینجا تعریفش میکنم، تعریف انقلاب، چرا که این تعریف به این خاطر دارم میکنم که بعضی ها اون انقلاب ایران رو شورش و بلبا و نمیدونم توتو اطلاع میکنن بدون توجه به اینه که به این کتاب رو بخونن. این کتاب سامان سیاسی اثر هانتینگتون، من بارها اینو نشون دادم، در اینجا تعریفی دقیق و امروزی درباره شورش، انقلاب، توطئه و اینا رو داره توضیح میده که سرشتشون چگونه. هر حرکتی رو ما نمیتونیم بگیم انقلاب، هر حرکتی رو نمیتونیم بگیم توطئه. من در اینجا کوتاه بهش اشاره میکنم. انقلاب در لغت از مصدر منقلب شدن و بالا آوردن، یعنی وقتی بالا میاری منقلب شد، و در پهنای جامعه یعنی شکستن ساختار کهنه و ایجاد نظمی نو. و در راستای مقابله با ایستایی سنت و سکونزایی ارزش‌های کهنه که در فرایند آن تغییرات اساسی در حکومت و ساختار طبقات اجتماعی صورت می‌گیرد، نظیر انقلاب کبیر فرانسه، انقلاب 1917 روسیه و انقلاب 1357 ایران. توجه داشته باشید در هر دو انقلاب، هر سه انقلاب، نهاد سلطنت دفترش بسته شد و اون طبقه اشراف از جامعه به سرعت پاک شدن و نظام جمهوری اعلام شد. خب حالا آقای سوربی میتونید تفاوت بین نظام جمهوری و سلطنت رو بگید؟ بله دیگه، سلطنت برای همیشه است و ارث و میراثیه، وارث میاد جای باباشو میگیره یا آخرین فامیل میاد جا رو میگیره، ولی جمهوری رأی مردم هست. البته حقیقتا دیگه الان عوض شده، حتی تو آمریکا میشه بگیم جمهوری ها حقیقی نیستن. نه، حالا ما در آمریکا چطوری شده و در اینجا چی میکنه رو فعلا کاری نداریم. من میخوام به طور کلی میخواستم ببینم که اینجا البته من توضیح میدم تفاوت بین نظام جمهوری و سلطنت در چیه. من اینجا توضیح میدم، عدیدی انقلاب از پگاه تمدن
عصر حاضر در حیات اجتماعی انسان حضور داشته و حکایت از کشمکش بین کهنه و نو میکند و در فاصله 600 تا 146 قبل از میلاد 84 انقلاب در یونان باستان و در فاصله 509 قبل از میلاد تا 476 میلادی در امپراتوری روم 170 انقلاب به وقوع پیوست که پاره ناگهانی همراه با خشونت و تعدادی تدریجی با مدارا و شکیبایی صورت گرفت و در ایران به عنوان جامعه‌ای در حال توسعه از 150 سال پیش تا کنون تغییر کیفی و تحول تدریجی با خشونت و پرهیز از قهر انقلابی در ساختار فرهنگی جهت صنعتی و مدرن شدن کشور صورت می گیرد و بسیاری از کشورهای جهان سوم پروسه انقلاب را در این قرن مثل مکزیک، ترکیه، مصر، ویتنام، کوبا و نیکاراگوئه تجربه کردند و نظریه‌های گوناگونی به منظور علت بروز آن ارائه و تئوریزه شد که مشهورترین آن نظریه کارل مارکس است. وی بر آن بود که انقلاب ناشی از تکامل نیروهای تولیدگر جامعه است و از ناسازگاری آن نیروها با روابط و نظام سیاسی و اجتماعی پدید می آید. هنگامی که دیدید که در انقلاب انقلاب فرانسه، من در اونجا خوندم که توده ها با این نجبا درگیر شدن به خاطر اینکه اختلاف طبقاتی بسیار زیاد شده بود و در انقلاب ایران هم ما شاهد همه مسئله بودیم. خب وی برام بود که انقلاب ناشی از تکامل نیروهای تولیدگر جامعه است و از ناسازگاری آن نیروها با روابط و نظام سیاسی و اجتماعی پدید می‌آید. انگامی که این نظام و روابط جلوی رشد تولید را بگیرند، بحران سخت می‌شود و دوره انقلاب‌های اجتماعی آغاز می‌شود. طبقات فرادست نمیخواهند پایگاه خود را از دست بدهند و طبقات فرودست نمیخواهند در وضع کنونی بمانند و این برخورد به انقلابهای خونین میانجامد. مارکس انقلاب را عامل ناگزیر پیشرفت و لوکوموتیو تاریخ میداند و که در بن‌بست ها آغاز میشود و تفاوت شورش به انقلاب در اهدافی است که در این دو الگوی حرکت دنبال می شود. در شورش ها هدف مخالفان دولت معمولا فراتر از اصلاح یا جبران ناخشنودی یا تغییر فرد یا افرادی در دولت، یعنی اونطوری که میرحسین موسوی می خواستش و یا کروبی می خواستش و اینا بود که اون بلوا را افتاد، انقلاب نبود. افرادی رو تغییر بدن در این شورش ها که وقتی که ذرت میگیره خواهان این هستن یه چند رو برد دارن عوض کنن، اون یکی بزنن اونجا میدار بکنن و بلوا بخوابه. شورش ها هدف مخالفان دولت معمولا فراتر از اصلاح یا جبران ناخشنودی یا تغییر فرد یا افرادی در دولت یا خط مش دولت نمیرود، اما در انقلاب ها مخالفان دولت اهداف و انگیزه های خود را از یک ایدئولوژی میگیرند. شما در نظر بگیرید که قبلا ایدئولوژی ایران سیاستش سلطنتی بود و در بعد از انقلاب ایدئولوژیش جمهوریه، از نظام جمهوری ریشه میگیره. خب وقتی که اومدن نظام سلطنت گذاشتن کنار، نظام جمهوری مستقر کردن، یک انقلاب صورت گرفته در بستر زیرین جامعه در کلیه سطوح. اما در انقلاب ها مخالفان دولت اهداف و انگیزه های خود را از یک ایدئولوژی می گیرند که نهادهای موجود را از بیخوبان زیانبار معرفی می کنند و میان دولت، نخبه ها و گروه های مردم دست به دست شوند. از این رو انقلاب در اواخر قرن 20 و به وفور دیده شد، مثل انقلاب ایران، انقلاب نیکاراگوئه، افغانستان، لهستان و فیلیپین. خب
سوالی دارید در این زمینه؟ میخواید بحث کنید؟ نه، فقط چند تا سوال هست، مثلا همین تفاوت انقلاب با شورش یا چالش جمهوری با سلطنت، اینا رو هر وقت که شما بگید من بپرسم، اونا رو تک تک جواب بدید، یا خودتون در حین نوشتم روی فیسبوک گذاشتم، اگه میتونید اونا رو پاسخ بدید. خب بله، اگر میخواید خب من میتونم یه مقداری قبل از اینه که این چقدر دیگه ما وقت داریم آقا؟ الان 12 دقیقه، ولی 15 دقیقه چون 2-3 دقیقه دیر شروع کردیم. بسیار خب، 15 دقیقه اگه ما وقت داریم، من یه مقداری توضیح میدم این دو تا سوالی رو که شما یا دوستان به عمل آوردن. در اینجا شما گفتید که تفاوت در نظام جمهوری چه مزیتی هست که نظام های سلطنتی به ولایت فقیه فاقد آمد. ببینید همین الان من توضیح دادم تفاوت بین نظام سلطنت و جمهوری در این استش که در نظام سلطنت مردم کاری نیستن، اما در نظام جمهوری مردم صاحب رأی هستند و میتونن رئیس دولت رو انتخاب بکنن. این مزیت نظام جمهوری نسبت به سلطنت. در اون نظام مردم کاری نیستن، در این نظام مردم آقای امور زندگی خودشون و کشورشون هستن. اما اختلاف اساسی انقلاب ایران با فرانسه، این هم سوالی بود؟ بله بله، نوشتم زیر فیسبوک گذاشتم. اساسی انقلاب ایران با فرانسه از نظر فرهنگی چه بود؟ من همین الان توضیح دادم که در انقلاب فرانسه ابتدا از 200-300 تا 400-500 سال پیش بستر فرهنگیشو آماده کرده بودن. در انقلاب ایران این بستر فرهنگی ابتدا آماده نشده بود. حالا بعد از انقلاب ما داریم این بستر فرهنگی جمع کردن بساط دیانت اسلامی رو آماده میکنیم با حجب و حزل و کاب و چکافی و حاد کردن و مستر کردن و هزار جوری. و از اون طرف دیگه هم داریم ما میگیم اگر قراره که ما این دیانت رو که به عنوان تکیگاه معنوی مردم هست از صحنه بیرون کنیم، خب هنوز مردم جهان سومی هستن، به عنوان تکیگاه معنوی ما چیکار بکنیم؟ ما میایم میگیم که اگر قرار باشه که به یک دینی تکیه کنن، برن به دیانت زرتشتی که همه این عناصر اسلام از اونه، برن به اون تکیه کنن. اگر قرار باشه که مثلا میبینی شاه و سلطان اون بالا آقا نشسته باشه، خب ما کوروش رو عمل میکنیم. ببینید اینا الگوها هستن، آلترناتیوهایی هستن که دارن ارائه میدن. این اختلاف اساسیشه. یا مثلا چالش جمهوری با سلطنت از چه زمانی شروع شد؟ من از زمان سیسرون از 2500 سال پیش توضیح دادم که اومده. خب تفاوت انقلاب با شورش رو هم که من توضیح دادم در اینجا کم و بیش، و به همین خاطر هستش که دوستان میتونن این کتاب رو کمون پاریس ببینی؟ بله بله، این کتاب کمون پاریس رو بخونن که چالش بین جمهوری و سلطنت چگونه صورت گرفته. یه چیز 800-900 صفحه هستش. اینا باید این افرادی که در امور سیاسی ایران دارن قضاوت میکنن این کتابای کلاسیک رو بخونن. بعدم انقلاب کبیر فرانسه که من بیشترین این متن‌ها رو از این کتاب گرفتم، یه چیزی معادل 3000 صفحه هستش و بسیارم ریز نوشته به بسیار چیز. انقلاب کبیر فرانسه و امپراتوری ناپلئون اثر آلبر ماله، معتبرترین کتاب درباره انقلاب فرانسه هستش. اینو باید بخونن دوستان. بعد من ادامه میدم، یکی از این سوالها رو میذارم در اون آخر، اگه 2-3 دقیقه وقت بود درباره اون توضیح مفصل تری میدم. حالا من اینجا ادامه میدم که یکی دیگه از این کارهایی که در چه صورت گرفت این رو برای شما ها بکنم. این مارکوس تولیوس سیسرون رو برای شما خوندم، تعریف انقلاب رو هم که حاد کردم. حالا یه مطلب دیگه درباره توماس مور که این هم یکی دیگه از این متفکرینی بود که بستر تغییر و تحول نظام سلطنت به جمهوری رو اینم دربارش بحث کردیم. اگر میتونید عکس توماس مور رو هم
نشون بدید. اوکی. شاه انگلیس به اعدام توماس مور. توماس مور تولدش 1478 و فوتش 1535. نویسنده، فیلسوف، انسانگرا و سیاستمدار انگلیسی 5 قرن پیش، یکی از آغازگران هومانیسم اولیه سرمایه‌داری است و شاهکارش در فلسفه سیاسی غرب و ادبیات تخیلی آرمانی رمان اوتوپیا که در سن 38 سالگی نوشت و مهمترین نماینده سوسیالیسم تخیلی و طراح دولت ایدئال کمونیسم بدوی به شمار می رود و اثر شبه فلسفی او الگویی برای ادبیات تخیلی، رمان سیاسی و ضد دولتی اروپا گردید و توسط هنری 8 شاه بریتانیا به مقام صدر اعظم منصوب و سرانجام قلم خونبار، هراس‌انگیز و زبان پرخاشگر سبب ساز جدا شدن سر گوهرینش به فرمان پادشاه از پیکرش گردید، چون حاضر نشد اوتوریته و نفوذ بی قید و شرط شاه و نهاد سلطنت بر کلیسا و دین در انگلیس را تأیید کند و چند سال بعد از قتل ایشان جنگ های مذهبی میان مسیحیان شمال اروپا آغاز گردید که سرانجام منجر به اصلاح دین و پیدایی پروتستانیسم و ظهور جماعت ترقی‌خواه که پرچمدارشان مارتین لوتر در آلمان بود و در اعتراض خود می گفتند ما دیگر اجازه نمی دهیم که انسان آنگونه که پاپ می خواهد دست و پا بسته و دست و پا بسته و زبان بسته در اختیار کلیسا و دیانت مسیحی قرار گیرد و همین حکم مبنای پذیرش مذهب با قید و شرط یعنی رفرم در دین و پیدایی پروتستانیسم که منجر به رویش شاخه ی درخت تراوند مسیحیت گردید، الگویی که ملت ایران در زمان ناصرالدین شاه جهت اصلاحات در دیانت اسلامی جنبش بابیه را به راه انداخت. در این زمینه جنبش بابیه دوستان رو توصیه میکنم این کتاب محمد رضا فشاهی الهیات سیاسی و آرمان مهدیگری این رو بخونن که این مسئله ماجرای باب و اینطور چیزا چه ریشه‌اش در کجا هست این در این کتاب توضیح میده. و یک کتاب دیگر هستش که فتنه باب. این کتاب کتاب عجیبیه، درست دیده میشه؟ بله بله، عبدالحسین کی نوشته؟ نوایی. بله، فتنه باب من برای شما بخونم. من تألیف اعتماد و سلطنه، یعنی زمانی هستش که در دوره ناصرالدین شاه و اواخرش و این چیزا که فتنه باب علق شده بود این اینا نوشته و بعدش هم توضیحات و مقالات به قلم عبدالحسین نوایی که اینا رو تطمیز کرده و این کتاب رو درست کرده. اینا رو باید بخونن که حالا بابیگری را افتاده و میخوان دیانت اسلامی رو نگه دارن، اینا هدفشون اصلاح کردن، چون چیزی اصلاح کردنی نداره که. اینا میگن که اصول دین مشخص، توحید، نبوت، معاد، رب الله، خدا هم بالا، هر چیزی رو بخوای دست بزنی مشرکی، نمیدونم ملحدی، غیره، چی رو بخوای اصلاح کنن، جایی برای اصلاح نداره، اینو باید بساطش رو جمع کنن. خب پروتستانی منجر درخت تنومند مسئولیت کرد. الگویی که ملت ایران در زمان ناصرالدین شاه جهت اصلاحات در دیانت اسلامی جنبش بابیه را به راه انداخت و در سرکوبی خونبار یک گام پیش خود را پس کشید و بار دیگر قهر ملت ساطور انتقام را در گام دو پس گام خود متوجه نهاد سیاست فرتود قاجاری نمود و سرانجام در انقلاب مشروطه تومارش را برای همیشه در هم پیچید. توماس مور دولت پادشاهی انگلیس را متهم نمود که از توطئه‌های پولداران علیه زحمتکشان حمایت می‌کند. او بعدها آموزگار مبارزان اتوبیست آینده گردید
که خواهان ایجاد مدینه فاضله جهانی بودند. در سوسیالیسم تخیلی توماس مور مالکیت شخصی حضور ندارد، زیرا خصوصی سازی فرمایشی را عامل بی‌عدالتی، خصوصی سازی فرمایشی ببینید که بعدها در جمهوری اسلامی این پدیده خصوصی سازی فرمایشی چند سالی چی بود و هنوزم هست. خب عامل بی‌عدالتی، استثمار و نابرابری اجتماعی می‌دانست. اون مالکیت جمعی در جامعه را تبلیغ می‌کرد و می‌گفت بهترین تقوا نیکوکاری است، چون رنج مردم را کاهش میدهد. توماس مور با آثار خود شالوده تفکر سیاسی در جامعه اروپایی را پایگذاری کرد و رمان اوتوپیستی ایشان اثری سکولار در مدارا و همسویی با آتیست های زمان خود و در نظام آرمانی خیش با خوشخیالی مدعی بود بدون آموزه های اخلاقی دین مسیح تفکر آرمانی قادر است روی پای خود بایستد، مشروط بر این که انسانها فردگرایان خودخواهی نباشند. تئوری سیاسی توماس مور متکی به نظریات افلاطون و پیکو میرانتلا بود که در آن زمان 6 ساعت کار جسمی در روز را کافی برای تامین معاش شهروندان می‌دانست تا بتوانند به علاقمندی‌های فکری عملی دیگر مانند هنر، ادبیات، فلسفه، تفریح، شادی و تحقیق در علوم تجربی و کارهای دستی بپردازند. منتقدین او امروز مدعی هستند که تنوع در امور زندگی بخشی از احساس رضایت و سعادت انسان است، ولی در نظام‌های سوسیالیستی و اوتوپیستی چنین خواسته و تمایلات را بلهوسی و دامنه آن را محدود و نویسندگانی که در ادبیات غرب به نگارش رمان‌های اوتوپیایی ادامه دادند می‌توانند جورج اورول، آلدوس هوکسلی، یونی سامیاتین، ویلیام مور، فرانس باکون، توماس کامپلا، اراسموس نوتردامی و لوئیس مرسیوز نام برد. توماس مور از نظر فلسفی تحت تأثیر اپیکور متفکر یونان باستان و اراسموس نوتردامی و از راه دوستی و همنشینی با اراسموس با تفکرات انسانگرا آشنا گردید و از نظر سیاسی گرایش به نظریات افلاطون و سن آگوستین قدیس نویسنده کتاب تأثیرگذار شهر خدا داشت. راسل در کتاب تاریخ فلسفه غرب می نویسد مور از نظر انسان دوستی جالبتر از اراسموس بود. اثر خیال پردازی سیاسی او اوتوپیا تحت تأثیر کتاب دولت افلاطون است. توماس مور با انتقاد از رنسانس تحت تأثیر افلاطون طرح دولتی ایدئال بدون مالکیت حسی را شالودریزی کرد. نظریات اجتماعی کامپلا، باکونین، فوریه، سان سیمون، اوون و پرودون ادامه اندیشه سوسیالیستی او بودند. از میان نویسندگان ادبیات لاتین مورد علاقه او ورژیل و سیسرون خطیب رومی هستند. خط تفکر توماس مور نزد نظریات مارکس و انگلس نیز مشاهده می شود که هر دو مدعی بودند که طرح کمونیسم اوتوپیایی را به کمونیسم علمی هدایت کردند. توماس مور در سال 1478 در انگلیس به دنیا آمد و در سال 1537 اعدام شد و 400 سال بعد پاپ از او در سال 1935 اعاده حیثیت نمود و ایشان را مقدس دانست. توماس مور در خانواده مرفه به دنیا آمد. پدرش قاضی معروف دولتی بود و در دانشگاه به تحصیل فلسفه، حقوق، زبانهای کلاسیک و الهیات پرداخت. از جمله آثار او رمان اوتوپیا، تاریخ ریچارد سوم، بیوگرافی پیکو میراندلو، مقالات علیه اصلاحات دینی، بهترین قانون دولتی و جزیره اوتوپی و چند اثر تاریخی دیگر هستند. مجموعه آثارش در سال 1963 منتشر شدند. او پس از اعدام گفته بود که خادمان شاه بهتر از ابتدا خادمان خدا باشند.
بازم وقت داریم آقای سربی؟ ببخشید شما گفتید پس از اعدام گفته بود، پس از اعدام چجوری میتونه گفته باشه؟ نه پیش از اعدام، پیش از اعدام او پیش از اعدام گفته بود که خادمان شاه بهتر از ابتدا خادمان خدا باشه. بله این کلمه اتوپیا رو هم چیز کنید ترجمه کنید چی میشه؟ قبله آمال میشه چی میشه؟ اوتوپیا، اوتوپیا یعنی یه چیز قبله آرمانی، آرمانی ایدئالی، اوتوپیاییه یعنی اینی که آرمانیه. بله بله. عمل وقتی که شما میخواید پیاده بکنید نگاه میکنه اوه قد مشکلات داره که اونجا هستش که یواش یواش اون چیزهای آرمانیش فرو میریزه. بله. ما میتونید در دنیای تخیل بشینید برای خودتون یه کوه بسازید، اما وقتی که عمل میخواید پیاده بکنید نگاه میکنید به گلگه چندیه شدید. بله. ممنونم از شما. اجازه بدیم به دوستان بگم که این برنامه تا ساعتی دیگر روی یوتیوب به نام خود شما یزدان خدابندلو پست میشه و میتونن تماشا کنن در هر ساعتی از شبانه روز، ضمناً از امروز تا چهارشنبه هفته آینده هم هر روز از تلویزیون مردم پخش میشه. مزید بر اینکه روی فیسبوک تلویزیون مردم هم هست، احتمالاً روی فیسبوک، صفحه فیسبوک آقای یزدان خدابندلو هم میتونن پیداش کنن. بازم از شما ممنونم و در رابطه با اون دوستونم که گفته بود در رابطه با ضیافت افلاطون صحبت کنید، آقای خدابندلو گفتن که بحث افلاطون بحثی به اصطلاح جامع است که اون رو در برنامه‌های آینده انجام خواهند داد. ممنون و متشکرم آقای یزدان خدابندلو. اگر صحبتی دارید بفرمایید، اگه نه امیدوار باشیم شما رو هفته آینده داشته باشیم. نازل جان بدرود بر شما و شنوندگانتون. ممنون، به امید دیدار. خب دوستان عزیز، برنامه امروز هم اینجا پایان میپذیره و از شما میخوام که به دنباله برنامه ها توجه کنید. برنامه های رادیو کیان ایران از سوئد، آقای مینوی در کانال یک برنامه خواهند داشت و من هنوز نتونستم باهاشون تماس بگیرم که ببینم اگه میخوان برنامه هاشون رو اینجا باز نشون بدن. البته میدونم این تلویزیون های ایرانی معمولا آرشیو مرتب و منظمی ندارن، تازه اونایی که ادعا میکنن آرشیو مرتبی دارن وقتی میرید میبینید که مثلا مال دو هفته پیش رو گذاشته، بعدم اگه تماس گرفتید میگه داریم میذاریم. ببخشید، مثل اینه که اینا مثل مرغ میمونن میخوان تخم بذارن. خیلی مال این روزا مرغا هم روز سه بار تخم میذارن. در اصل ممنون و متشکرم از شما. تلویزیون مردم رو به دیگران معرفی کنید و شما هم میتوانید در تلویزیون مردم برنامه داشته باشید. روز روزگار بر شما خوش.